مدیران شبکه های عرب زبان رژیم آخوندی هر یک 50 الی 100 دلار دریافت کردند. صدای یکی از خبرنگاران مزدور شنیده شد که به سفارت رژیم با تلفن همراه گزارش می کرد وضعیت در اینجا به هیچ وجه خوب نیست. تجمع و شعارهای مجاهدین صف خانواده ها و میهمانان را از هم گسیخته و ما نمی دانیم چه کار کنیم. آنها مجاهدین خوب می دانند چه کار کنند و منظم هستند و شعارهایشان هم خیلی حساب شده است. سرانجام مزدور نافل عیسی برای مصاحبه با شبکه‌های عرب زبان رژیم آخوندی توسط یک مأمور سفارت به نام ناصری به صحنه آورده شد تا اخراج مجاهدین از عراق را درخواست کند. ناصری از جنایتکاران نیروی تروریستی قدس در سفارت رژیم در بغداد است که در پوش مشاور اقتصادی به عنوان مسئول قسمت نفت فعالیت می کند. سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس تحت عنوان رایزن و وابسته اقتصادی به چپاول و بستن قراردادهای سودآور بین عوامل مالکی و سپاه پاسداران اشتغال دارند. تظاهر العديد أو عشرات العائلات الإيرانية أمام معسكر الشرف التابع لزمرة خلق الإرهابية في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، وطالب المحتجون بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين في المعسكر منذ سنوات طويلة، ودعوا السلطات العراقية إلى العمل على إغلاق المعسكر الذي تسيطر عليه الجماعة المصنفة عراقيا ودوليا بالإرهابية. ومعنا مباشرة من بغداد بالتحديد من محافظة ديالى حيدر قاسم مراسل العالم بالقرب مما يسمى معسكر أشرف. حيدر، لو تضعنا يعني في صورة ما يجري حيث تحتشد عائلات إيرانية تطالب بالإفراج عن أبنائها المحتجزين من قبل زمرة خلق الإرهابية، تفضل. نعم، يعني بالتحديد أقف الآن أمام البوابة الشرقية الجنوبية لما يعرف بمعسكر أشرف هنا وسط هذه الصحراء ووسط هذه الأجواء المطربة، تخيم عشرات العوائل الإيرانية التي جاءت من إيران لتخيم هنا، وهي تطالب عناصر جماعة خلق التي تحتجز أبناء هذه العوائل في الداخل، تطالب بمقابلة أبنائها. الآن معي يقف السيد مكي رفيعي، وهو أحد عناصر جماعة خلق الهاربين منذ فترة إلى خارج المعسكر وقام بتسليم نفسه إلى السلطات العراقية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بداية يعني أحب نعرف، أنت كنت في داخل المعسكر؟ نعم. أحد عناصر جماعة خلق؟ نعم. قمت بتسليم نفسك، الآن كيف يعني الأحوال بالنسبة لديك؟ والله الحمد لله، الآن أنا مرتاح والحمد لله رب العالمين. بعدما سلمت نفسي إلى القوات العراقية قاموا باعتزازي وفعلا أخذوني لأرقى فندق في العراق، وأيضا أجت المنظمات الدولية من صليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة أجوا هناك والتقوا معي وخيروني بين الذهاب إلى خارج والدخول إلى إيران، وأنا ذهبت إلى تركيا ومن هناك دخلت إلى وطني، وحاليا الحمد لله رب العالمين أنا أتزوجت وعندي بيت والحمد لله متوفرة لدي كل الأمور. هل يعني إمكانية لرصد ما قد يصدر عنها؟ هل تعتزم إثارة ربما الشغب، أعمال عنف معينة في مواجهة ذلك؟ تم بالفعل. نعم نعم، منذ يوم أمس وأنا يعني نحن هنا قامت هذه الجماعة وهذه الزمرة بوضع سماعات كبيرة على هذه السيارات، هذه السماعات تقوم بإصدار صفير، هذا الصفير يعني بصوت مرتفع جدا يعني لا تكاد الأذن البشرية أن تستطيع أن تتحمله ولو لدقائق.
بیانیه قدردانی مردم عراق از اعلام همبستگی 5000 شهردار فرانسوی با اشرف. در کمال خوشبختی از صدور بیانیه 5000 شهردار فرانسوی در همبستگی با ساکنان اشرف در 24 نوامبر 2010 مطلع شدیم. ما از طرف 5.2 میلیون مردم عراق که با امضای بیانیه‌ای در ژوئن 2006 بر حضور قانونی مجاهدین خلق در عراق تأکید کردند و نیز از طرف 3 میلیون شیعه که در بیانیه ژوئن 2008 خود خواستار دادن حق پناهندگی سیاسی به مجاهدین خلق و خلع ید از رژیم ایران در عراق شدند و به نمایندگی از طرف 480,000 تن از اهالی استان دیالی که شهر اشرف در آن واقع است و در ژوئن 2010 خواستار تأمین حفاظت برای ساکنان اشرف شدند، قدردانی و خرسندی خودمان را از شهرداران فرانسوی اعلام می کنیم که بر عدالت گواهی دادند و بر ضرورت حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا تأکید و خواهان رفع محاصره ظالمانه اشرف شدند. به این ترتیب حمایت از اشرف توانسته ابعاد بین المللی به خود بگیرد و ما این را بهترین پشتیبانی برای خواسته های نیروهای ملی و دموکراتیک عراقی نیز می دانیم. شایسته است اشاره کنیم که در سالهای گذشته مردم عراق به خوبی درک کردند که مشکل اصلیشان دخالت‌های رژیم ایران در امور داخلی عراق است که یک جنبه بارز آن را در انتخابات اخیر شاهد بودیم. ولی مردم عراق علی‌رغم کارشکنی‌ها و تقلباتی که در انتخابات وجود داشت نظر خود را دادند و جریان العراقیه که آلترناتیو عراقی است لیست برنده انتخابات شد. مسلماً اگر دخالت‌های رژیم ایران نبود کیفاً نتایج انتخابات و آراء لیست العراقیه بسیار بیشتر از این عدد می‌شد و به دنبال آن نیز همان گونه که طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم رژیم ایران تمامی تلاش خود را کرد که لیست العراقیه را از تشکیل دولت حذف کند. یکی از وجوه آزاردهنده دیگر دخالت‌های رژیم ایران در عراق فشارهای ضد انسانی بر ساکنان اشرف و محاصره ظالمانه دو ساله آنهاست که جز به درخواست رژیم ایران نمی باشد. برای ما شاخص وابسته بودن یا نبودن به رژیم حاکم بر ایران نحوه برخورد با مجاهدین مستقر در اشرف است. برای ما مردم عراق حمایت از مجاهدین مستقر در اشرف بخشی از مبارزه من با دخالت‌های این رژیم در عراق برای دستیابی به دموکراسی می باشد و لذا با تمام وجود از آنها حمایت می کنیم و خواهان رفع محاصره آنها می باشیم و آنها را تشویق به مبارزهشان علیه رژیم ایران برای متوقف کردن دخالت‌هایش در عراق می کنیم. با شیوخ عشایر استان دیالی به عنوان نمایندگان 480,000 از اهالی استان دیالی که در جوان